در قسمت قبل نحوه استفاده از روش کار مجازی برای یافتن جابجایی در خرپاها را بررسی کردیم. از این روش همچنین می توان برای محاسبه جابجایی در تیرها و قابهای معین استفاده نمود. در اینجا هم با اعمال یک بار واحد مجازی از رابطه ی زیر برای محاسبه جابجایی استفاده می پارامتر دلتا نشان دهنده میزان جابجایی واقعی نقطه ای مانند نقطه A در تیر و یا قاب مورد نظر می باشد. برای استفاده از این رابطه ابتدا باید نقطه مورد نظر را تحت اثر یک نیروی واحد مجازی قرار داده و سپس مقدار گشتاور خمشی مجازی به وجود آمده در تیر و یا قاب رو به صورت پارامتریک به دست بیاریم. در ادامه همین کار را برای تیر واقعی و گشتور خمشی واقعی انجام خواهیم داد. پس از انجام این کار با استفاده از رابطه ای که نشان داده شده است، میزان پارامتر دلتا و یا جابجایی را به دست خواهیم آورد. به همین ترتیب برای پیدا کردن شیب در نقاط مختلف تیرها و قابها میتونیم از رابطه زیر استفاده کنیم. در این رابطه هم پارامتر تتا نشان دهنده میزان شیب نقطه مورد نظر می‌باشد. توجه کنید که برای پیدا کردن شیب باید از یک گشتاور مجازی با اندازه واحد استفاده کنیم.